برگشتم دوباره با یه ویدیو از سری مسابقات هفتگی این بار در رشته اسنوکر. بریم با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی در این مسابقه رقم خورده. با من رو باشید. بله روی تصویر چهره دوست خوبم رو می‌بینید سالار زهتا، یکی از موزیک‌های خوب تاک کسراس. ببین یه چیزی که مثلا در رابطه با سالار به شما بگم چون باش بازی کردم بازیشو میشناسم از اون بازیکناست که تا صبح باش سر و ته کنی به اصطلاح آمیانه سیف بازی کنی باهات سیف بازی میکنه و این کار رو سخت میکنه ولی علا یه حال بریم با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره بازی سه از 5ه و باشکام که باشکه تاقه کسراست دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی میافته این مسابقه بذار بگم مسابقه کی بوده فکر کنم بعد از مسابقات پاکت بیلیارد بوده اوکی ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره ببینیم کتن کیه فعلا داریم فقط سیف میکنیم تا ببینیم که کی به اون یکی آنو معروف توپ میده جالبتر هم میشه آب اگر وقتی که نداریم دیگه بچه سپایه بلندتر از این دو متر خورده یه بازم به نظر من اگر دوربین بالاتر هم بگیره باز هم بهتره هنوز به هم دیگه توپ ندادیم آیا اینجا سالار به من توپ داده یا نه دیگه بالاخره باید یه توپی بده دیگه وسط پونزه تا قرمزم آفرین نداد ولی من یه جوری زدم اگه یه درصد هم نرد من میرم پایین میبینم گیر کار کجا بود من چی اشتباه زدم هدف رو اشتباه زدم کجای کار گیر داشته البته این موقعی برای شما جواب میده که تکرارش نکنید اشتباهاتون رو اینا در نظر بگیرید آقا یه چیز جالب بگم نمیدونم که ای دارین این ویدیو رو نگاه میکنید ولی قطعا ویدیو چیز رو دیدین ویدیو پاکت بیلیارد رو دیدین توی ویدیو گفتم من اصلا به هیچ عنوان چوب اسنوکر هم نمیفروشم بخاطر اینکه خیلی خوبه خیلی خاصه و فلان و بیسانه این حرفا <تصفح> دقیقا کارکترم همون مرد است نه 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 چرا 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 میفروشم یکی از دوستان به این پیام داده و یه چوب لیمیتد باز همون مدل چیز التیمیت سفارش داده تنها چیزی که مشکل خودش باهاش داره باتشه من بات بزرگ دوست دارم اون بات 29 میخواد یه بات سی سفارش داده من خوب گفتم و که اکساشو بفرست و اینا دروغ به تو نگم یه کوچولو اما دلبری کرده حالا نمیدونم که چوبه رو بگیرم یا نگیرم کپی چوبه خودمه فقط لیمیتد ادیشنه لیمیتد ادیشن چی میشه روی دستش مال من استاندارد سیاه سیاهه یا بلک اون دستش روش کار شده جزو لیمیت ادیشن های امین به حساب میاد با فول پکیج نمیدونم که این کار انجام میدیم هنوز اتفاقی تو بازی نیفتاده گفتم بازی من و سارا کلا بازی فرسایشیه و با اینجا رو ببین کلاس زربر رو ببین بالاخره اول معروف تو تله انداختمش یعنی پونزه تو تو به دیگه نخوره دیگه امکان نداره اوکی ببینید به من توپ داد یا نه اینجا رو ببین اینجا رو ببین چیکار کار کردم خودمون پاره شدیم من خنده ببین چیشو بده بعد توضیح بدم اینجا ناکن ناکن داستان چی بود؟ من اومدم بزنم هدفم چی بود؟ اومدم بزنم بخوره به قرمزه اون یکی قرمزه بیفته خب با محکم بزنم که اونجا اصلا هیچ توپی نیست توپ من فرار بکنه از اون منطقه یه چیزی رو اشتباه کردم ته چوبم و بالا ته چوبم باعث شد که این جامپ شکل بگیره یعنی کیوبال از روی میز بلند میشه خورد رو لبه و به قول معروف از روی میز پرد شد بیرون ولی بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی رقم میخوره احتمالا یه مسابقه آزاد هستش بخوام توی اون مسابقات هم شرکت بکنم و ببینیم که دنیا دست کیه چی گفتم؟ آها خواستم که توپو تمیز بکنم توپ کسیف شده بود بچه همیشه یادتون باشه توپو این کاری که من الان انجام میدم و انجام ندید حتما حتما سعی کنید یه هوله دم دستتون باشه من فکر کنم رو تنبلی این کارو کردم حتما حتما این رو با هوله انجام بدید چون چربی دستتون و عرق دستتون و کیوبال به خودش میگیره این کار رو حتما با حله انجام بدید کار صحیح و درست سریه یه یعنی کار درسته بود داورا همچین کاری میکنن چرا با دستکش این کار انجام میدن چرا اصلا دستکش دستشونه میگیری میگم خب اینجا آبی رو ندارم مجبورم که سفید و هلش بدم بره پشت قهوه ای آیا اسنوکر شد بعید میدونم نه گوشه شد داره و بریم یه قیافه من نه کنم ووهو بینو ببین بکستوین ببین سلامت کامل خب تا اینجا قصه نه چرا نزدم اینو واه یه ضربه کالباسی از سالار زهتاب پنجم میزنه میاد پاشه تو به بعدی اوه یه قرمز دیگه هم میزنه ما اون موقع من ویدیو زب نمی کردم وگرنه من یه سری بازی با سالار دارم یعنی اگر اون ویدیو رو زب نیکردم کردم اصلا هر کدوم فکر کنم 20 کی ویو میخور اصلا یه اتفاقات عجیب یه بازی عجیب خیلی خفم بود حیف که اون موقع ویدیو زب نمی کردم بریم تو قلب بازی ببینیم چه اتفاقی داره میفته بازی ف... گفتم فرسایشی هستش تا اونجا که بتونیم به هم دیگه توپ نمیدیم رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه ببین اینجا یه جوری زدم که اگر توپ توپم ندم او نسی بود یه قرمز خوب بزنه جای یه ضربه دوبل که بازم بهش توپ ندم میز عجیبیه خب حمله میکنه حمله خوبی بود بچه حال جدا از کیفیت و کوالیتی چوبای آلتیمیت البته اینه بچه به شما بگم او. تا دلتون بخواد ما آلتیمیت فیک داریم ما تا دلتون بخواد او. یعنی فکر نکنید هرکس زده آلتیمیت همه ارژیناله نه 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 اصلا و خیلی مهمه از کی دارین میگیرین آلتیمیتو نکته ای که هست اه آلتیمیت مثل آ... گفتم روم ویدیو Ultimate مثل آیفون میمونه هر لحظه هر موقع به قول معروف قابل نقد شوندگیه اگر از این دید بهش نگاه میکنی از اون طرف بی نهایت مخاطب داره حالا درست قیمتش فرق میکنه قیمتش اگر میخواید بدونید 1300 دلاره اونی که من دارم لیمیتد ادیشنی که دارم میگیرم 1300 دلاره و مثل آیفون میمونه چرا قیمتش نمیفته اگر اگر التیمیت اورجینال باشه ها، اینو در نظر بگیره آلتیمیت اورجینال باشه همیشه خواهان داره یعنی همینطوری سر و دست میبرنش بریم بریم سراغ آلتیمیت بی بیخیال چیم سیف بعد 18 ده و یه ضربه خیلی بعد از سالار اون نمیتونه اون قرمز رو بزنه و چون زاویش خوب نبود من هم سعی کردم ضربه رو سیف رو کنم بچه از تیشرت های اسنوکرشو و بیلیارشو کلا چند تا دونه مونده حالا شاید نمیدونم شاید بخوام سال آینده تر حوض بکنم یا همین باشه نمیدونم اگر دوست داشتیم میتونیم س... اوف 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 اوف. زربه رو ببین چی زدم وای تیشرت رو ول کن افزی رو ببین از کجا کشیدم تا کجا اومده آره خلاصه دا دوست داشتیم میتونید اینستاگرام پیام بدید و تهیه بکنید اینجا یه موقعیت سازی خوب کافی بود قهوه یه هول بدم بیاد جلو تا قرمزی که آوردم دم پاکت شرایطش خوب باشه فعلا دارم میزنم نه 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 این چیه؟ بلند شدن زود از ضربه این چیه؟ بله بله اینجا یه قرمز میزنیم آیا صورتی گرفتیم نه چسبونک بازی شروع میشه ولی تمام تلاشم کردم این قرمز رو ندم و دادم بش سی و به ده ببخشید آیا اون قرمز رو بهش دادم که نزدیک کیو بالا یا که نه دوستان عزیزم رسید یه چیزی هم اینجا اعلام بکنم چون بعضی ها اصلا سوء تفاهم شده براشون فکر کنم ما بیکاریم فقط اگر که زیر 21 سال هستید و استعداد هستید بازیتون خوبه حتما اینستاگرام پیام بدید با همدیگه بازی بکنیم و با قنار بازیتون دیده بشه با همدیگه چلنج داشته باشیم و اون داستان چیز کلا کنسله دیگه بازی کردن همین شکلی با دوستان به خاطر اینکه بعضی دوستان فکر میکنم ما بیکاریم پیام میدم به منده سلام خوبی حالا دوستانی که شهرهای دیگه میان یا تهرانه من پنج باشگام بازی کنیم نمیدونم چه فکری میکنیم که مثلا ما بیکاریم کسی نیست پشت بازی کنیم نمیدونم چی بگم دوستان عزیزی که زیر 21 سال هستن استعداد هستن حتما حتما یه ویدیو یه دقیقه ای بفرستن این اینستاگرام با هم دیگه ببینم بازیتونو بازیتون رو بازیتون جذاب و جالب بود که برای بیننده هم جذاب باشه بازیتون حتما این کار انجام میدیم اون, اون پروژه کنسله واقعا بعضی از دوستان اصلا هدف ما رو از مسابقه دادن و فیلم برداری رو نمیفهم مثلا بی من بیکارم ادیتورم بیکاره مثلا ادیتورم ماچ میگیره ویدیو رو ادیت میکنه نمیدونم اصلا چه فکری میکنی داستانی داریم پس شد دیگه فقط بچه های و یه زرد خوب یه زرد سلامت و فریم باله بله یه فریم بال خوب حالا دیگه رفقا پس اگر زیر یک سال هستین خانم آقاش هیچ فرقی برای من نمیکنه. البته بانوان رو که نمیدونم فکر نکنم اجازه داشته باشم با من بازی بکنم ولی برای بانوان اوکیه و دختر پسر زیر 21 سال برای بحث استعدادیابی و دیده شدن مشکلی نداره چون من کلا دوست ندارم برای هیچ شخصی چه پسر چه دختر هیچ فرقی برای من نمیکنه حاشیه درست نکنم برای همین میگم که بح بح. پنج و مثل قند میزنم کورنر پاکت و فریم اول رو میبرم و برای همین میگم که به این موضوع آگاهی دارم بریم تو قلب بازی آقای زهتاب خالی میره به قدردانی و تشکرم کردیم ازشون بابت این موضوع و بریم بریم که چه اتفاقی رقم میخوره حالا من هم سعی میکنم که توی اینستاگرام هم اعلام بکنم که دیگه برای دوستان سوء تفاهم نشه این قصه ولی هیچی مثل اون قشنگ نبود پسر به من گفت اونم سنش کم بود حالا من گره به پای سنده کم گفتش که آقا ما من ساعت پنج فلان باشگاه دوست بیا بازی کنیم مگه میشه همچین چیزی اگر دوست داشتی بیا بازی <off> عالی بود بریم بریم تو قلب بازی فریم دوم ببینیم که چه اتفاقی رقم میافته میخوره در واقع بله اینجا با یه قهوه یه کل توپ ها رو با چارده تا توپ رو سنوکر میکنم اینقدر ما داستان داریم اینقدر قصه داریم ولی خب نمیخوام بگم دیگه چون چون میشه قر میشه انرژی منفی نمیدونم دوست نرم اصلا صحبتشم بشه اینا رو در حد تیترار به شما میگم که بدونیم ما با چه داستانایی هم چلنج داریم ما وقتی نکنه همه چی گل و مول و پیام های تاکسیک سمی هم تا دلتون بخواد ما میگیریم خب سیزده امتیاز فعلا توی همین چند تا توپی که زدیم رد و بدل شده بازی چغریه دنبه به تله نمیده یه ضربه دوباره کالواسی و کیوبال می من تمام تلاش هم که کیوبال نزدیکترین حالت ممکن به زیر باند باشه دیگه از اونجا اگر بازی کن زد دیگه به قول قدیمی ها نازش هستش آه قرمز افتاد اینجا من یادم اورجینال پوزیشن بهش دادم مثلا اورجینال پوزیشن تو تا رفیقیم با هم دیگه داریم بازی میکنیم من معمولا حالا اونا که تو باشگاه هستن این جمله از من زیاد میشنوم میگم هر جا شما بذاری درسته میگیری چهت میگم معنی چیز رو میزنم به چیشو اوه چقدر اختلاف گذاشتیم ولی مهم نیستش برای من دو تا رفیقی مطمئن باش اونم اگر برعکس بود این اتفاق اونم همین حالت برای من میچید می میدونی چی میگم همیشه چیز رو میذاریم بر پایه صداقت و شخصیت حالا خب اگرم بفهمم کسی زرنگ بازی میخواد در بیاره تو نطفه خفش میکنم اصلا نمیذارم کار به زرنگ بازیش برسه که نمونه کارم دیدین دیگه از هم همیشه بر پایه شخصیت و صداقت میذاریم همه چی ها هم که دوست خوب و قدیمی ماست زیاد به چلنج نمیخوریم تو این داستان ها بریم تو داستان ببینیم چه اتفاقی داره رقم میخوره واه. کنان خوبی صورت نمیگیره اون وسط آبی رو که زدم ببین این محدوده ای که الان کیوبال اومده محدوده خوبی نیست شما باید اگر الان توپ میزنی توپ سخت باید بزنی همیشه یاد باشه کیوبال تو باید دو تا لاین همیشه گفتم محدوده بریک بیلدینگ اینجاست از توپ سبز مستقیم بکش تو باند بالا از توپ زرد مستقیم بکش به سمت باند بالا جایی که توپ مشکی هستش اگر تو بین این مستطیل وایستادی بهت میگن تو محدوده بریک بیلینگ هستی اوکی ولی اگر از این محدوده خارج بشی دهن سرویس چون باید تو پای سخت بزنی او اینجا یه قهوه یه خوب میزنه ولی نمیافته سعی میکنم که تنها توپی که داشتم برای سیف کردن همین بود این نکته هم بگم آموزشی اونم اینه که حواسم به بازی از اگر اتفاق بیفته بهتون میگم اونم اینه که آقا توی باشگاه بند نشید توی باشگاه نبونید اگر میخواید پیشرفت کنید میگه اینا همه بعد از اینه که علم سبا تجربه بازی رو یاد گرفتید این شانس منو ببین قرمز رو زد جفتش اوه! چی زد چی زد چه مشکی زد چهار تکون نخور توی باشگاه بند نشید تو هر شهری که هستین چوبتون رو وردارید برید باشگاه های مختلف بازی بکنید برید مسابقه های مختلف بازی بکنید من تقریبا تجربه 80 درصد راحت میتونم بگم وه چی زد چه قرمز و چه لانگ شاتی زد من تجربه فکر کنم 70 80 درصدی با کل بازیکن های ایرانو دارم به ها خب همین باعث میشه شما تجربهتون بره بالا و سعی کنید تو مسابقه های بیشتری شرکت بکنید نمونید توی باشگاه تو اون باشگاه هیچ خبری بهترین باشگاه ایرانم بودید هیچ خبری نیست باید بچرخید من این کار رو چند سالگی کردم سنم خیلی کم بود چون هم و میرفتم باشگاه های دیگه و سعی میکردم با بهترینشونم بازی بکنم یعنی یادم هیچ وقتی هم نمیره یه ماه رمزون بود من اوج تمرین و 24 رومیز بودم سنم هم کم قشنگ یادم ماه رمزون مثلا اگر سی روز بود ما سی روزش تو باشگاه مسابقه برگزار میکردیم عین آمار یعنی دروغ بهتون نگم این آمار مثلا اگه سی روز بود من 29 روزش رو اول شدم 29 روز یعنی قسم میخورم <applause> بازی به فینال میرسید بچه ها بازی نمیکردن فینال حالا موقعی کم داستان پول میز و این داستان ها بود میگه آقا من چرا علکی پول میز علکی بدم قبول میکنم بریم واسه و اونا که کم مغرور بودن بازی میکردن و با من فرقی نمیکرد دوباره میزدم این کارم و بازیمون باشگاه ما پنجا نفر خوب بودن اسمشون نمیارم که داستان هاشیه نشه ولی خب سن کم همون موقع داغ داغ مربی داشتم ولی اون موقع هم به عقلم رسید که تو این باشگاه نمون چوب تو ورده رو با آدم های دیگه چلنج داشته باش شما هم اگر سنتون کمه یا دوست دارید پیشرفت بکنید حتما این کار رو بکنید تو شهرتون توی باشگاهاتون بچرخید هرچی قوی تر بخورید بهتر اسکور چیه؟ اسکور توی فریم دو سی و سه بیست و بچه من خاطرات و تجربیات هم میگم اونا که اونا خوششون زیاده الان یکی هم میره دنبال این که داری خالی میبندی دروغ می... آقا اصلا فرض کن من دارم خالی میبندم دارم دروغ میگم خب تو ببین آیا از این جمع... از این خاطره از این تجربه که من دارم برداشت مثبتی میتونی داشته باشی چون من خیلی یار دارم میبینم که تو باشگاه ها عالی ولی بیرون از باشگاهشون هیچی نیستن هیچ اتفاقی نمیتونن رقم بزن برای همینه میگم اون قبه بشکنه تو ذهنت حالا اونا که ما رو میشناسن این موضوع رو یادشونه اونا هم که چه میدونم هیت میخوام بدن هیچ مشکلی نداره ما دیگه چی میگن ضد ضربه شدیم دیگه بریم بریم تو بازی چهار و سه تا آیا میتونه بزنه اوه, اوه اوه اوه. یه قرمز بیره میبینم یه قرمز بیره میبینم عید اوه وای ساد وای ساد دمش کرد دمش آیا نداشت این ضربه رو دوست نداشتم بگو چرا اینا رو بعد چون یادم میاد صاف تو پاکت اینقدر محکم نیاز نبود حتی اگه همون حلف رو میزدی با پاور کمتا نگاه کن مثل قند اومد پشت مشکی حالا نمیدونم میزنه یا یادم نمی آد. نه یادم نمیاد نه خدا رو شکر نزد و خیلی دلم میسوخت علکی محکم نزنید بذار اینطوری بگم خیالتون راحت کنم علکی محکم نزنید زرد داره یا نداره فکر کنم داشت من بد زدم حسم اینه زرد رو میزنه با پاور آروم که زیاد دور نشه از توپ سبز واو وای 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 چه توپ به موقعی و میسکت برا من چه توپ به موقعی وح و اینجا یه ضربه مزخرف میزنم عشان یادم این, این چی بود دیگه این چی بود دیگه این چه پاور سمی سم بود خیلی بعد خیلی بعد سی سیتا که باشه 15 تا اختلاف بون جای خوبی و این اس و ببینیم میتونم استکر بکنم نه پاوری زیاده پاور قصه زیاده اخ 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 چه حمله ریسکی کرد چه حمله ریسکی کرد و فریم بالو زدم و فریم رو قبول میکنه بریم به سراغ فریم سوم بازی دو هیچ به نفع من هستش رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه با این کارتون کلی حمایت میکنید از بیلیارد شو و استوکر شو فریم رو با یک اوه، قرمز و مشکی شروع میکنم نه چه مشکی و میز اوه 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 توه نصف هفته توه چه هفته میز اوه موقعی که هفت این شکلی میاد یه پاکت رو میبنده خیلی قصه میخوره ولی ولی یادتون باشه اینکه کیوبال رو کجا نگه داریم بعد اینکه حریفتون سیف کنه خیلی نکته مهمه یعنی چی یعنی الان من نباید کیوبال رو ببرم اون سمت آبی و سبز باید سعی کنم که کیوبال رو کن دقیقا این ور میز نگه دارم که یا حمله بکنه به قول معروف Uh, همون دیگه یا نداره دیگه بره واسه حمله کردن اینطوری شانس بیشتری رو دارم برای توپ گرفتن فکر کنم ماسکم شدیم این نه لپ خالی لپ خالی قرمز رو داشتیم خب اینجا یه حمله دیگه میکنه چه شبیه اموغنات گفتم یه حمله دیگه میدل داره وای وای به 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 چه ریسکی چه باری داد بهمون به مشکی بریم ببینیم که کدوم توپو دارم بعدش بله ش به درگ هیفده نه نه الان فهمیدم گیر کار کجاست نه صورتی رو نمیزنم اسکور 18-19 باز هم تکرار میکنم اگر کسی فکر میکنه مسابقاتی باشگاهی که من انتخاب میکنم برای مسابقه که شرکت میکنم یک درصد یک درصد آسونه راحته بچه ها ورودی دادن شما بیای ببری یه درصد همچین حسی میکنی هر باشگاهی که من هستم اه... تشریف بیاری چرا که نه به روی چشم اه... چرا که نه حتما تشریف بیارید ورودی بدید و نوشه جونه کسی که نفر اول میشه چی شد؟ نفهمیدم چی بود موضوع اینجا یعنی یادم نمیاد الان چیکار میخوام بکنم؟ چیکار سم میخوام بکنم؟ واه میدونی چکار بکنم میخواستم بزنم بخوره به اون قرمز جلویه بیافته اینجا سالار هم نداشت این توپر ولی بله خب یکی قرمزه رو داشت آره خلاصه مطلب چه پاکت بیلیارد چه که هر موقع احساس کردین مسابقات لولش پایینه حتما شرکت کنه اونایی که چیزا ها آه... هوا چیزی میگن واسه خودشون الا اونا که حال معروف با تجربه باشن و حرفه ای باشن یکم افزی را اذیت میکنه ها با تجربه حرفه ای باشن اصلا همچی حرفی نمیزنن آ تو خوششون شرکت میکنن دیگه تمام بچهای گلی که هستن کیف میکنم من مسابقات میرم چه اسنوکر چه بیلیارد بچه ها رو میبینم خیلی لذت میبرم 24 22 سالار میفته جلو یه سه چهار امتیازی میفته جلو آن دیروز یک کسی هم در رابطه با چیز از من پرسید در مورد تیپ و گچ و این داستان پرسید که دوستان هم داشتم راهنمایی می‌کردم. میکردم ببینید از کاری ندارم چه تیپی دارید میخرید چه گچی دارید میخرید این دوتا باید با هم دیگه بخونن متوجه او اوه چه مشی زد یعنی چی یعنی که شما بری بهترین گچ دنیا رو به من برای من اتفاق افتاده بری بهترین گچ دنیا رو بخری یه تیپ عالی هم بندازی ولی این دوتا با هم دیگه نخونه ما داریم همچین چیزی داریم تو اسنوکر داریم حالا پاکت بیلیارش هم غالبا هستش خیلی راحت تست بکنید دیگه یعنی که مثلا مثال میگم مثلا که برم با گچ تام آشنا بشم و یه نفر گچت گرفتم با تیپی که میخوام بازی بکنم بازی کردم زدم متاشرم که این گچ گچ خوبیه با تیپ منم سازگاری داره مثلا گچ تام من با چوب اگر یادتون باشه کیل... کامای کلیری که داشتم خوب نبود میس میدادم باش تیپ هم عوض کردم میبینید که اصلا میس به داد یه دست هم نمیرسه تو کل بازی اما الان یه حال اسکور سی پنج به سی هستش یه برشی خوب و یه کنون بد موقع بی موقع صاف زرد و براش اوور بر تو پاکت کنون بد موقعی بود کنون بد موقعی بود و نمیزنه و نمیزنه آیا داده تو پا ای لعنت به این شانس خالی میره ولی اینجا دیگه اورجینال پوزیشن چرا دیدم راه داره قشنگ برای اورجینال پوزیشن بله دومیش دو هم نه بچه تو این باشگاه سه باره این هم سه بومیش کنم کیوبال میافته بله سه تا رو سلامت ازش گرفتم که اون خلایی که این چیه میزنی این چیه انقدر اینقدر قشنگ تو اسنوکرش کردی دوازده امتیاز ازش گرفتی این چه سمیه خب زرد رو میزنه اسکورمون رسید به دو اختلاف دو امتیاز او, او 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 این دیگه کالباسی نبود دیگه این دیگه کالباسی نبود اگه زرد اوخ 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 او ببین سبزش میافتاد خودمو میزدم صاف پشت قهوه ای بود پنج تا من قهوه ای رو دیدم نه 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 نمیفته بسیار سیف و خوب بلده سالار اینم به شما بگم خیلی باش بازی کردم با سالار خیلی زیاد این ضربه جذابی نیست به بدم نیست خوبم نیست خیلی ضربه نرمالیه خب نمیزنه قهوه ای رو قهوه ای رو نمیزنه 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 نمیدونم داده یا نه اسکور نه اسکور منه یه توپ بزنم تمام آخ, آخ 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 میتونست اتفاق خوشگلی رقم بخوره میتونست آبی بزن دیگه پنجه به اون خوی بد داده دیگه به مثل قند زد صورتی رو بازی رفت سر مشکی بازی رفت سر مشکی مشکی که من اگر بزنم بازی تمومه سالار بزنه ادامه داره بازی نگو که آه اومدم خیلی نازک ببرم کلوف شد میزنه زد خب بریم به ادامه داستان نشد که بشه بذاره این تو پرم اینجا وردارم من یه هم میکنم اکی برداشه شد خب اینم از اینو بریم به سراغ فریم چهارم بازی و ببینیم که چطور اوه 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 چیز ضربه قلی میزنه و یه صورتی خوب من چه میشه اموغنات شدم و و اینجا نمیزنه بچه من یادم باشه سر بازی از حریف هم کلا چیز کنم تعریف کنم و تعریف کنم قشنگ اتفاقات خوب تعریف کنم قشنگ اتفاقات خوبی بکنم میفته دار اون توپو یا نه او این یکی رو زد این یکی رو دای زد او 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 صورتی ببین صورتیو نیده هم اصلا 14 تا زد اینجا آه. میزنه میزنه خوبم میزنه 21 امتیاز توی همون مرحله اول کسب میکنه 22 28 قربزا این بره مثل قم داره So, no, see your punch. اینجا نمیزن. 43 امتیاز کست میکنه توی فریم چهار روم اینجا دنبال این عدد و ارقام نباشید خب اینجا قرمزو میزنم چی ندارم و میچسبنمش پشت قهوه ای دوباره شرایط میز برای اسنوکر کردن عالیه یعنی کجا می‌گردم چی پیدا میکنم رد کنم اسنوکر کنم یه حمله میکنه قرمزش میخوره به آبی نه وای چایم بفرمه چای بح 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 چه نه، چه توپی ولی کیوبال هم جاش خوب نیست ولی به هر قیمتی که شده هفته بهش نیاز دارم هفتو میزنم 43 به 9 سالار داره از بریکی که اول بازی زده به قول معروف حفاظت میکنه چه لانگ شاتی چه پوزیشنی چه لانگ شاتی چه پوزیشنی کاش میتونستم بزنم عقب وای این چیه نمیزنی وقتی مشکی به اون خو... قرمز به اون خوشگلی هفت اون عالی زدی این قرمزه چیه تو میس میدی ه چهل هنوز فاصله زیاده ولی چیزی که هست 5 تا قرمز رو میزه پنج تا قرمز رو میزه ای صورتی کنون میکنه با صورتی و, وکی و بال نمیاد بالای میز زیر دستش خرابه او, او 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 یکی اینجا خورد به دوربین من چه داستانی میخورم به دوربینم رفتم جای دوربین رو درست کردم میگم دیگه ما یه دونه بعد به دوربین باشه حواس هم به بازیکن باشه حواس هم به اسکور باشه ای خدا آ اینجا بچا یه دست خورده دوباره یه کوچولو کج شده ولی خب اصل میزو داریم البته درست میشه ها خیلی زود من متوجه میشم که میز چیز داره میز اسم خوبی داره متوجهم دوربین خرابه سرمینم درستش میکنم فکر کنم یکی دو تا تا ضربه هستش که اینطوری قاب بعد درست میشه نه سالار زهتا اومده کار رو یه جورایی به دیسایدر بکشونه دیدیم بچه اینجا دیدمش رفتم پشت دوربین دیدم که ای دل غافل آب خوب شد دیدم ایلا تا آخر بازی همونطوری نصف نیمه میرفتیم جلو خب اینجا یه قرمز 22 57. میشه چقدر 55 35 تا اختلاف روی میز هستش فیکس روی میز هست سالا رو ببین چی میزنه چه لانگشاتی نواخت اوکی بعد بریم به فریم بعد و فریم دیسایدر فریم رو بعد بازی کردم باعث شد که به قول موتور سالار روشن بشه و کار رو به دیسایدر بکشونه تمام آلودگی های صوتی که میشه تجربه کرد من تجربه میکنم کره خب یعنی میتونم اسنوکر بگیرم از اشیا که نه. cannot تقریبا یه دو سه تا اسنوکری میخوام 61 41 خب 41 با 27 14 تا 14 تا اوه 4 تا خطا میکنم لعنتی چیو داری بازی میکنیم البته خب من میگم تجربه دارم دیگه تجربه نه پنج... ها یا پنجه و شیش رو تجربه شو دارم که رو رنگی گرفتم اه... بقیه باید پا بده دیگه همچین این کار آسانی نیست بخواب هر پاورش خیلی کم بود آه. کنم ماسک شد نه خالی رفت بریم بریم به سراغ فریم دیسایدر الان میگن دست تو گذاشتی فلان کردی بیسان کردی ای خدا من دیگه ادامه نمیدم آقا بریم به سراغ فریم دیسایدر دو هیچ هم نه هم چه داستانم من این شکلیه مثل قند وقتی میتونی سه هیچ ببری چرا میذاری کار به دیسایدر بکشه اونم تو شروع اول مسابقه تموم کن قد چی میگم قد و غم قل و غم کن بره دیگه همچی داستانیه ای بازی میکنی بریم بریم سراغ دیسایدر این بازی ببینیم چه اتفاقاتی رقم میخوره خب. تو پا پخش پخش یه وکسپین خوب یه وکسپین چغری دارم اینجا تو پایانه ببین این تو کیوبال هم جاش خوب نیست اینجا جای کیوبال نیست ببین مجبورت میکنه که سیف کنی کنم اسنوکر شد نه گوشه لپ صورت این قرمز رو داره واه واه به به اینجا رو ببین بک اسپین زنن جدا از اینکه خیلی باید سعی کنید زیر کیوبال بزنید به تیپ چوبتونم خیلی ربط داره حال جدا از ماهوت و میز و این داستان ها خیلی به تیپ چوبتونم بستگی داره شکلش سایزش من با تیپ نهونی اینطوری افز زیر میزنم آخ جان جان یه فلوکه جوندار پشیمون از این ضربه هفت امتیاز کلا هیچی یعنی این که این طوره ته چوب میارم بالا اولا که عادت دوم اینکه چوبایی که خیلی زیر میز هست برای اینکه میسکیون نشه تای چون هم میاد بالا حالا اینکه اگزاجر اینقدر میاد بالا به نظر خودم هم درست نیست ولی حسی دیگه ببین آقا ما دیگه داریم حسی زهر میزنیم نچرال داریم زهر میزنیم میگیری چی بهت میگم خب اینجا نمیتونه سالار بزنه دوباره سیف جای خوبی گذاشتم کیوال رو اوه 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 او او چه سم میزد اوه 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 او, 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 او چه ضربه سمی بود اینو یادم رفته بود چه حمله ای که تو این حمله پنج امتیاز میگیره و میشینه عقب یه سیف فوق العاده بعد چرا من همچین کاری کردم خیلی بد زدم آخ نمیزنه نمیزنه تو پت دو دستی می کار تو پاک کرد یه بک اسپین خوشگل که بیاد آبیو بگیریم معمولا بچه اگر مثل من افزیراتون خیلی زیاد میاد یه یه اسپین بیاین بالا یعنی اچ یک نزنید برید تو فاز اچ دو اونطوری عشانك اصلا كنت اتش دو اي انت کنترل بهتری داشته باشید بله 20 امتیاز بیشتر 5 امتیاز یک کانن خوشگلم میکنه با قرمز نه خوب نبود توپ آبی جان جان ببین چه لانگ شاتی میزنه آقا نیما ببین چه ضربه پخته ای لعنتی سی و یک به پنج تونستم یه کوچولو یه سر سوزن اسکور رو بگیرم ولی اسکور مطمئنی نیست سالار عزیز هم میزنه یه بکسپین نمیگیره نه نه دیگه بابا بابا افکه اجازه فوش نداریم نه دیگه آخه که ات... میشم چین چیزی آخه بد بیاری تا چه آخه نو میزنه تو دیوار خیلی بد زد این قرمزو سی و یک به هشت نه نتونستم بزنم بله یه قرمز خوب میزنه کیوبالش میفته یا نه نه نمیفته قرمز رو می‌زنه ۳۱ به 10 21 امتیاز من جلو هم. تو پا کجاست؟ یه قرمز بست هست یه قرمز بازه، یه قرمز هم... باید کجا برنم بچه مردم ببینیم کدوم رو داره واسه سیف نه دبل کیس میشه بدتن اتفاقی که میتونه برای بازی کن همینه توپش دبل کیس بشه با یه اسپین رفتیم این بره می سه و بزنیم یا چهار رو قهوه ای تره حالا چی شیراد داشت؟ اسپین شیراد داشت اسپینش رو اگر اسپین سه میزدم دو زدم بهتر میشه اینجا ماسکش میکنم نمیتونه در بیاد وای تاچ نکرد با هفت اورجینال پوزیشن میسکیو شد به اختلاف سی وای چه جای علکی گیر کرد چه جای علکی گیر کرد چه جای ال عل... ای ای, 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 ای. پشت سبز استنکر شو یکم شرایط بهتر شه اوکی استنکر شد و مشکی نمیفته و مشکی نمیفته قرمز کجاست خوبه قرمز حساسیه نه نه قرمز حساس رو نباید اون شکلی بزنی بیافت حتی اقل نمیفتی تو پاکت واین نستا خوبه سی و امتیاز سه تا قرمزم رو میزه قاعدتا که همون تو باید سیفشه قرم. هر کسی یه قرمز بزنه یه هفت جایزشه او 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 چه قرمزی زد چه قرمز اینجا رو ببین اینجا قیافه منو دیدی؟ چه علاقه باید کران کن دیدی صاف بیاد باشه اون قرمز مگه میشه اینقدر اوخ 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 نزد 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 اینجا رو ببین نزد و نیماست که میره واسه اسنوکر کردن دنبال این صحنه ها میگردم به چقدر خوب خارج شد چقدر خوب خارج شد فکر میکردم یه حداقل یه دوباره خطا میده بهمون ولی اگر فرض کنیم 18 باشه میشه 38 یه دونه کم یه دونه زیاد سی و تا اختلافمونه درست میگم دیگه ببخشید پنج دو بیست و پنج تا الان اختلافمون بیست و نه تا هنوز رومیز هست بیست و نه تا باید یه ضربه بکس پین بکس پین اونجا رو ببین چه صورتی دادم بشین قروای وای, وای. داشت میدین الان شبیه کیم یارو از رو زمین قلط میزنه آی مگه میشه همچین چیزی چرا اونقا من شیش افتاد قرمز اومد دم پاکت چرا باید اسکور سی و خورده ای من بشه ده تا داریم مگه همچین چیزی به به اینجا رو ببین کلاس بازی رو ببین وای شانسی آورم کیوالش افتاد کلاس بازی رو ببین یا من نمیدونم خورد به صورتی یا خورد به سبزی یا آبی ولی احتمالا خورده به سبز دو شش. اسکور دوازده کارش نمیشه کرد دیگر کاری کردیم بد شانسی ها من پشمای خودم ریخته که من همچین شانسی دارم یا سیف ارزی نه چندان خوب سالار مخصوصا توی این موقع ها خیلی خوب بازی میکنه خیلی خوب سیف میکنه و که ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره اوه 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 او. داریم میریم هم شدا. سفید 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 نه نه افتاد سفید میدل پاکت ببینم دارم یا نه داشتنش که دارم آفرین خیلی نزدیک بود خیلی نزدیک بود آخ 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 همون جایی که نباید میرفت رفت همون جایی که نباید میرفت رفت, رفت. آخ. یک دو سه کارو بلدم میدونم بعد کجا بزنم تو پوندم اوه او. این خوب میزنه به گفتم این اگه می اومد پشت چهار خیلی جای سم می بود توپ سبز نه نشد چهارم م جا به جا شد چه بازی شد چه دیسایدری داره میشه کیوبال کیوبال کیو کیوبال بیفت جان 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 خوب نیست واو چه شانسی میارم تو سالار نزدش صافم هم پشت چهار وایستادش شونزه تا اسکور آیا سبز میفته اه اه, 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 اه بزنم بزنم اه تا هنوز با قهوه ای من فریم نیستم بعد قهوه آبی رو بزنم تا فریم بشم بازم افتاد بیستا حالا قهوه شد فریم بال من یه سو داشتین شنیدی؟ آبیو میزنه <applause> این صورتی رو به ما میده بزنیم یا نه؟ واه. نشد اوی 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 اوی, 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 اوی. سالار خطرناک سر این دوتا توپا میتونه کارایی بکنه سکور چنده؟ هشت و هشت یه خطا میخواد فقط اوزا بیریخته بعد خیلی با دقت تر بازی بکنم خب تا اونجا که میتونم باید صورتی از توپ مشکی دور نگر دارم تا حالا اول که پادش کنم بعد هم این که تا اونجا که میشه دور نگرش دارم صورتی رو صورتی رو صورت. کامو خواب بکنه گذاشتمش دم پاکت خب میخواد رد کنه بره یس خطا داد و بازی تمام و هم بردم خب رفقا اینم بود از بازی با سالار عزیز و اینکه تونستم به مرحله بعد صعود بکنم نمیدونم چرا بازی که بعد دویچ ببرم و این اتفاقات توش میفته چی ندارم بگم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه دوستاتون دارم تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ خیلی شکر عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هست که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هست لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش